میریم سراغ آقای خداوند لو. ممنونم که ایشون تماس گرفتن. خیلی چراغ تاریکه، من نمیدونم شما تصویر خودتون اونجا نمیبینید توی اسکایپ آقای خداوند لو؟ چرا میبینم. خب اوکی، شاید دوست دارید اینجوری هنری باشه، اب ندارم، ما همینو پخش میکنیم، چون ما هر چیزی که از اونجا شما ارسال کنید اینجا هم پخش میکنیم. بفرمایید. خب دوستان عزیز، با آقای یزدان خداوندلو هستیم از کلن آلمان. ایشون برنامه، آهان اجازه بدید من این چیز رو یه خاموش روشن کنم که ویدیوی شما جدا بشه، یا بعد از برنامه درست کنم، اب نداره. بله همین، درباره اون دوستمون که گفت واریته. ببینید مثلا من یادم میره که قول دادم به آقای یزدان خداوندلو برنامه ایشون جدا باشه، چون وقتی جدا باشه ما به جای دو روز پخش کنیم تا جمعه، میتونیم هر روز پخش کنیم تا چهارشنبه هفته دیگه. آقای خداوندلو من ساکت میشم، میکروفون در اختیار شماست، هر وقت که گفتید اون عکس ها رو نشون میدم، چون شما شماره نگذاشتید رو عکس ها، باید یا بگید عکس کتاب یا بگید عکس کوچه و خیابون به این ترتیب. ولی اگه لطف کنید از دفعه دیگه عکس ها رو شماره بذارید و بگید عکس شماره 1، شماره 2، شماره 3، شماره 4، کار من رو آسون کردید و من به این جهت از شما بیشتر ممنون و متشکرم. این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم، بفرمایید. بله درود بر شما آقای سربی و بینندگان و شنوندگانتون. امروز اگر اجازه بدید دنباله برنامه قبلی رو پی میگیریم. بفرمایید. برنامه قبلی اسلام شناسی سنتی در مقابل دین شناسی مدرن هست. بله بفرمایید. خب من حالا اینجا میخواستم این چیز شما رو، برنامه قبلی رو، من یه چیزی رو پی بردم که با این کامپیوترم وقتی که میخوام با شما صحبت بکنم یه 10 دقیقه 20 دقیقه زودتر خاموشش کنم که یه مقدار خنک بشه، بعد وقتی که شروع میکنیم به برنامه این رو یه دقیقه 2 دقیقه زودتر جلوتر شروع بکنم، روشن بکنم و با همدیگه برنامه رو اجرا بکنیم. بله این این فکر خوبیه. من بارها به دوستان میگم که چون قبلا من اینو وقتی مشاهده کردم دیدم که آره داره خوب عمل میکنه، یعنی تصویر اون حالت مات سابق رو نداره. بله بله این فکر خوبیه، چون با خاموش روشن کردن، حتی اگه خاموش روشن کنید اون مودم و اون راوتر و اینها، میگن اینها مثل چیز صاف میشن، ما به شوخی میگیم یه لیف و صابون، مثل که بردین تمیزش کردید، بردید ماشین شوری، ماشین رو شستید اینجوری. بله بله بفرمایید. ما درباره در جلسه قبل تا اونجای رسیدیم که من با چند تا سند و مدرک نشون دادم که این دیانت اسلامی در ناحیه حجاز و شهر مکه تدوین نشده، بلکه در اقلیم ایران و همین این خاورمیانه به رشته نگارش در اومده و اقتباس هایی هم که اسلام از ادیان پیشین خود کردم اونا رو برشمردم. منتها قبل از اینه که ادامه مطلب بدم، شما یه سوال اینجا کردید که حتی شخصیت علی رو هم به زیر سوال میبرید، ایشان از کجا پیدا شده؟ درباره این آقای علی این کتاب مشاهده میکنید؟ بله که عکسش رو هم فکر میکنم برای شما فرستادم. حالا چند تا مطلب رو درباره همین کتاب برای شما میخونم. اسم این کتاب آغاز ستایش علی هست، نویسندهش ریموند دکووین. این کتاب درباره علی تاریخی است. پرسشی نویسنده از خود نموده که آیا شخصیتی به نام علی وجود داشته و تلاش کرده با اتکا به اسناد شناخته شده موجود اسلامی و غیر اسلامی به ریشه های آن رخنه کند و زوایای احادیث و روایات اسلامی که در دوره‌های گوناگون نگاره شده اند را بکاود و با منابعی مانند یونانی، لاتینی و سوریانی مقایسه کرده تا از یک سو نشان می‌دهد برای چند دهه به طور کلی نام علی
در هیچ یک از این اسناد وجود نداشته و از دیگر سو به مدت 150 سال بعد از فروپاشی امپراتوری ساسانی و تشکیل دولت خلافت، علی و محمد، توجه کنید، علی و محمد از صفات و مشخصه های همسان برخوردار بودند. سپس به عنوان برادر معرفی شدند و در زمان عباسیان است که به تدریج خط تبار علی از محمد جدا می شود و این دو شخصیت نمادین به زندگی نامه های جداگانه مجهز می گردند و در کنار موضوع علی تاریخی، ایشان به زندگی نامه همانند محمد پیامبر عرب ها و محمد ابن حنیفه، توجه کنید، محمد ابن حنیفه که طبق روایات اسلامی فرزند علی از زنی به نام خله از قبیله حنفی می‌پردازد که این دو برای زمانی طولانی از یک زندگی نامه واحد برخوردار بودند. این بخش از کتاب بر اساس کتاب پروفسور سلیمان بشیر به نام مقدمه فی التاریخ الاخر 1984 نوشته شده. موضوع دیگر در این کتاب، نویسنده با استناد به مدارک اسلامی و با اتکا به منابع غیر اسلامی نشان می‌دهد عباسیان همتبار امویان بودند و این دو خاندان از نسل ولید پسر عبدالملک هستند که فرزندی به نام عباس داشته. این بخش از کتاب زیر عنوان عباسیان، همان امویان هستند، آمده است. بخش آخر کتاب پژوهشی است درباره شریف ها یا به اصطلاح ما ایرانیان سادات و نویسنده در مقام دکتر بیولوژیست دی ان آی تعدادی از سادات در ایران، تونس، مراکش، ترکیه، عربستان سعودی را مورد آزمایش قرار داده و متوجه شده بخش بزرگی از ایشان سادات جعلی و از تبار عباسیان یا نوادگان ولید پسر عبدالملک مروان هستند که قبلا تبار عباسیان از استخوان‌های باقی مانده آنها مشخص شده. خب این درباره علی. حال درباره همین علی که اون کتاب نهج البلاغه رو نوشته که تقریبا به این قطر هم هست، در اونجا سخنان قصاری آمده که این سخنان قصار مانند ابیات جملات کاملا تراش خورده ای هست و محصول تراوش افراد آکادمیکره و علی که در اون بیابان و زیر اون چادرها بودون شرایط زندگی بدوی عصر محمد، این سواد کلاسیک رو از کجا آورده که تونسته اون منظومه نهج البلاغه رو تدوین کنه که بعد از اون آقایی به نام سید رضی صاحب این کتاب 365 سال بعد نهج البلاغه رو به رشته تحریر در آورده در همین این بین النهره. لطف کنید اون کتاب نشون بدید دوباره. دوباره سید رضی. بله. سید رضی نویسنده کتاب نهج البلاغه 365 سال بعد از فوت اون علی به اصطلاح تاریخی. حالا شما در نظر بگیرید که اینها هم درباره چی بوده، تمام از دغدغه‌های شفاهیه. این مطالب ما رو مشکوک میکنه به اینی که درباره پیدایی قرآن و شخصیت محمد و دیانت اسلامی مشکوک بشه. حالا اگه شما سوالی ندارید بپردازم به اصل مطلب. من سوالی ندارم، بفرمایید. خب پرسش هایی که روزی باید پاسخ داده شود، همان گونه که گفته شد، پژوهشگران نسل جدید تاریخ طبری و سیره محمد، این کتاب سیره محمد دو جلده بیش از 1500 صفحه، تاریخ طبری 16 جلد، و
و سیره محمد را به عنوان منابع تاریخی مستند نمی نگرند. مهمترین سند مسلمانان قرآن است و طبق روایت رویداد نگاری اسلامی این کتاب از سال 610 میلادی زمان بعثت محمد به پیامبری تا سال 662 میلادی زمان مرگ او از سوی خدا به زبان عربی در مکه و مدینه به محمد الهام شده. روایت کردند که اثرات محمد یا در خاطرها ثبت یا روی سنگ، استخوان، پوست حیوانات یا برگ‌های درخت خرما نوشته شده بودند و سرانجام عثمان همه سوره ها و آیات قرآن را بین سالهای 650 تا 656 میلادی جمع‌آوری کرده و کتابی که در دست ماست همان قرآن عثمان است. خب این دوستانی که درباره علی و محمد بحث میکنن، سوال اینه که شما فکر میکنید قرآن های موجود المثنای قرآن عثمان نیستند؟ میپردید خیزشگاه جغرافیای قرآن. بنابر احادیث اسلامی کلام الله در مکه و مدینه به محمد الهام شده و خیزشگاه جغرافیایی آن در این دو مکان بوده است. اما قرآن آیا درباره محل و مکان نگارش خود به ما اطلاعات می‌دهد؟ نام مکه فقط یک بار در قرآن آمده است. در سوره 48 آیه 24 بعد هو الذی و این حرفا رو می‌گوییم، من ترجمه‌شو می‌خونم. اوست که چون در بطن مکه بر آنها پیروزیتان داد، دست آنها را از شما و دست شما را از آنها باز داشت و خدا بر کارهایی که می کردید آگاه و بینا بود. البته در آیه دیگر سوره 3 آیه 96 از مکان ناشناختهی به نام بکه و به نمکه نام برده شده که بدون هیچ گونه توضیح قانع کنندهی همان مکه ترجمه شده است. بعد یه آیه میاد و من ترجمهش میکنم. نخستین خانه‌ای که برای مردم بنا شده همان است که مکه است، خانه‌ای که جهانیان را سبب برکت و هدایت است و در کنار آن سه بار از مدینه نام برده شده است. سوره 63 آیه 8 و سوره 9 آیه 101 و تا 120. سوره 63 آیه 8 عربیش اومده، ما فارسیش میکنم، میگوید چون به مدینه بازگردیم صاحبان عزت ذلیلان را از آنجا بیرون خواهند کرد. عزت از آن خدا و پیامبرش و مؤمنان است، ولی منافقان نمی دانند. سوره 9 آیه 101. من ترجمهش می خونم. گروهی از عرب های بادی نشین که گرد شما را گرفتند منافقند و گروهی از مردم مدینه نیز در نفاق اصرار می برزند. تو آنها را نمی شناسی، ما می شناسیمشان و دوباره عذابشان خواهیم کرد و به عذاب بزرگ گرفتار می شود. سوره 9 آیه 9 که اونجا را من باز ترجمهش میکنم. اهل مدینه و عربهای بادی نشین اطراف آن را نرسد که از همراهی با پیامبر خدا تخلف ورزند و نباید که از او به خود بپردازند، زیرا در راه خدا هیچ تشنگی به آنها چیره نشود یا به رنج نیفتند یا به گرسنگی دچار نگردند یا قومی که کافران را خشمگین سازد بر ندارند یا به دشمنی دستبردی نزنند مگر آنکه عمل صالحی بر ایشان نوشته شود که خدا پاداش نیکوکاران را تباه نمی سازد. این گونه که مشاهده می کنیم نمیتوان از آیات بالا برداشت کرد که منظور از مدینه همان یثرب است که محمد به آنجا گریخته بود. به جز این آیات در جای دیگر قرآن ما با واژه‌های مکه و مدینه روبرو نمی‌شویم. به عبارتی آیات بالا کل اطلاعاتی است که قرآن درباره این مکان‌ها که طبق
احادیث اسلامی ریزشگاه قرآن بوده به ما میدهد و از سوی دیگر میدانیم که سوریانی زبانان از صدها پیش از ظهور اسلام به تیسفون مدینه میگفتند و تیسفون از 7 شهرک ساخته شده بود. اغلب از حالت جمع آن به کار برده میشد که به آن مدائن میگفتند. تیسفون یکی از پایتخت‌های ساسانی و مراکز مسیحیت ایرانی سوری نیز بوده است. بسیاری از تصمیمات دینی در آنجا گرفته میشد و درباره ساسانی هم شورای مسیحیان در تیسفون بود و مسیحیان نزدیک به شاهان ساسانی به ویژه خسرو دوم تلاش میکردند کرسی شورا توسط شاخه های دیگر مسیحی به ویژه مسیحیان وابسته به جنبش قرآنی که با مسیحیان یعقوبی و آریوسی تقریبا از یک نوع مسیحیت شناسی برخوردار بودند اشغال نشود. از این رو طبق شواهد تاریخی هنوز مدرک مستندی در دست نیست و این گمان قوی وجود دارد که منظور از مدینه همان تیسفون بوده است، زیرا عبارات مانند مدینه و عرب‌های پیرامون آن جدا کردن مدینه از عرب‌های بادیه نشین یا چون به مدینه بازگردیم صاحبان عزت ذلیلان را بیرون خواهند کرد، این گمان را در ما تقویت می کند که این مدینه رفتی به یثرب یا مدینه منوره بعدی ندارد. و هر روی از طریق این سه آیه نمی توان به روشنی گفت که نام مدینه در قرآن همان یثرب سابق یا مدینه بعدی است. به سخن دیگر اگر خواننده فقط قرآن را بخواند و نه احادیثی که حداقل 150 سال بعد نوشته شده اند، نمیتواند تشخیص دهد که خیزشگاه جغرافیایی قرآن کجا بوده است. این بخش اول این مقاله اسلام شناسی بود که من میخواستم در جلسه قبل تمامش بکنم که وقت اجازه نداد و ما مجبور شدیم که به این جلسه به این هفته منتقلش کنیم. حالا اگر شما سوالی دارید بفرمایید تا من چند تا مطلب رو میخواستم در این میان مطرح کنم. سوالی که من کردم و خیلی از دوستانم پرسیدن این بود که خب حالا اصلا شما و دوستان دیگه مثل پروفسور انصاری و اینا که خود شما ایشونو قبول ندارید، ثابت کردید که اصلا علی وجود نداره، علی باسوادی وجود نداشته که نهج البلاغه بنویسه و فلان اینها. دوستان میگن خب این چه مشکلی رو توی قرن بیستم از ما به اصطلاح حل میکنه؟ درسته که میگیم گذشته چراغ راه آینده است، ولی آیا بهتر نیست به جای این وقتمون رو بذاریم که امروز چه باید کرد؟ بله، سوال خیلی مهمیه که دارید شما میکنید. مسئله ای که امروز چه باید کرد، من در جلسه قبل با شما یه دونه برنامه داشتیم تحت این عنوان که چه باید کرد. در اونجا من 3 تا سوال مطرح کرده بودم و یه چیزی معادل 40 دقیقه هم طول کشید که متن رو خوندم. اولین سوال این استش که برای اینکه بدونیم چه باید بکنیم، اولین گام این که بدونیم چه اتفاقی افتاده، دومین گام بدونیم که این اتفاق برای چی افتاد، و سومین گام این استش که بدونیم حالا که این اتفاق افتاده سمت و سو و هدف و جهت اون کدوم گونه است. ما طبق این برداشت میبینیم در 37 سال پیش در جامعه ایران ما یه انقلابی صورت گرفت که مردم اسم اونو گذاشتن انقلاب 57. در روند آن سامانه سلطنت بساطش جمع شد، به بایگانی تاریخ سپرده شد و نظام جمهوری اعلام کردید و بلافاصله این خرد جمعی به فرمان خرد جمعی بود که بعد از زدن نهاد سلطنت به عنوان یک عامل بازدارنده اومدیم سراغ نهاد دیانت اسلامی و به وساطت متولیان ملا و مکلاش ایشان را از حاشیه و کاسلیسی سفره ملت قرار دادیم بر اریکه قدرت و میدان پرچانش ایران معاصر تا تکلیفش روشن کنیم. حالا اینجا بعضی ها میان میگن که اصلا مسئله ما اسلام نیست، ایشان اصلا پرتن از موضوع. این استش که الان وظیفه روشنفکران و
و تحصیلگردان این استش که این نهاد دیانت اسلامی که 1400 سال وبال گردن ما بود رو بغچش رو باز کنند و نشون بدن در این مسیر جوان ها دارن خوب کار میکنن. منتها پاوسن گذاردگان ما به علت دینخویی و اسلامبارگی همکاری نمی کنن. و دیروز در جیه جلسه یه من برای شما علتاشم گفتم که این افراد پاوسن گذارده به علت تفکر اسطوره‌ای گرفتار معلول ها هستن. شما تمام رادیو تلویزیون ها رو باز کنید ببینید احمدی نژاد اینطوری گفت، خمینی اونطوری گفت، رفسنجانی اونطوری گفت، بدون توجه به اینی که اینها حشرات ریز و درشتی هستن که محصول اون نهاد دیانت اسلامی است که مثل یک باطلاق نار تولید میکنه و به میدان میفرسته برای سرکار گذاشتن من و شما. اصل قضیه وقتی که ما داریم انتقاد میکنیم از معلول به سوی علت رفتنه. یعنی اگر از هر کدوم از این آقایون بپرسیم که این رفسنجانی چرا این دونه هست، بلافاصله باید بره سراغ جهانبینیش و ساختار تفکرش و ایرانی ها در ساختار شناسی بلد نیستن، نمیدونن چگونه باید برن به ساختار تفکر یک انسان که مزایکاش چگونه. خب وقتی که رفسنجانی یا خمینی رو در کانون نقد و انتقاد قرار میدیم میبینیم که وی انسانی روبروی ما ظاهر میشه تمام قد تفکرش اسلامی است و این جامعه اسلامی است که این روی خطوط داره راه میبره. بنابراین مشکل اصلی ما ایشون عنوان معلول نیست، بلکه اون نهاد دیانت اسلامی است. اونو باید تکلیفش روشن کنیم. بفرمایید. بسیار ممنونم. یعنی همون جوری که شما خودتونم رشته آسیب شناسی و اینها رو خوندید و کار کردید، آسیب رو باید شناخت تا بفهمیم چجوری باید درمانش کنیم. بله. ببینید من حدود 16-17 سال پیش یک کتابی رو خوندم به نام نهضت شعوبیه. ببینید این کتابه، ببینید پیدا نیست، نور افتاده داخلش الان. نه متاسفانه، یکم زاویهش رو تغییر بدید. نهضت شعوبیه، بله، این کتاب، این کتاب، در این کتاب که درباره شعوبیه و معتزله اینا داره بحث میکنه، ذهن امت من رو مشغول کرد و من رفتم سراغ این، دیدم که این درباره اون قبائل لخمی و قسطانی و یمانی همه اینا صحبت میکنه که منشأش یمنه و اینا در دو شاخه از یمن وقتی که شروع میکردن، یمن یک واحه کوچکی بود که ماشالله بین مرد و زن هم زاد و ولد همیشه بالا بود و اینجا دچار ازدیاد جمعیت میشد و یه تعدادی بعد از مختصری زد خورد کردن بلند میشدن میکوچیدن و منطقه رو ترک میکردن. این کوچه اینها که سرکردگان قبائلشون این کار رو صورت میگرفت در دو شاخه صورت میگرفت. یک شاخه به موازات سواحل دریای سرخ می اومدن بالا در شامات مستقر می شدن، یه شاخه دیگه از این پایین اقیانوس این عربستان رو می اومدن عمان، از اونجا می اومدن تو خلیج فارس و در جنوب خلیج فارس و شمال عربستان در اونجا مستقر می شدن که این قبائل رو ما اسمشو گذاشته بودیم لخمیان که تابع دولت ساسانی بودن. اون قسطانیان که مستقیما می رفتن شامات تابع دولت بیزانس بودن و اینها تا حدودی در اونجا حدود 300-400 سال در اونجا زندگی میکردن. برای اینه که مسئله اینا رو ما درک بکنیم، من قبلا برای شما درباره یک کتابی صحبت کردم، اعراب حدود مرزهای روم شرقی و ایران، فکر میکنم که عکسش رو برای شما فرستادم، این کتاب هست. ببینید؟ بله، عکسش هم داریم، بفرمایید. بله، در این کتاب خانم پیکولوسکایا توضیح میده که چگونه این قبائل در این مناطق مستقر شدن و چه روابطی با دولت بیزانس و دولت ساسانی داشتن که بعدها به تدریج که دولت ساسانی ضعیف میشه و علت ضعیف شدنش هم که میدونید دولت ساسانی یه چیز معادل 300 تا 400 سال با بیزانس یا روم شرقی در جنگ بود و این روم شرقی پیوسته
یا اون شمار یا خودش به ما حمله میکرد، یا اینه که اون قبائل آسیای مرکزی و طرف شرق ایران رو، بالای خراسان بزرگ اون طرف رو، اون قبائل ترک رو، اونا رو بسیج میکرد و به طرف ایران میفرستاد. من برای شما یه دونه کتابی، یه دونه عکس فرستادم که اونجا نشون میده اون دیوار گرگان رو، اون که کوچه هست یا اون از بالا عکس گرفته شده؟ بله، از بالا عکس گرفته شده، اونجا دیوار گرگان رو نشون میده. آها، که این... اوکی، فهمیدم. بله، این دیوار گرگان رو، گرگان رو یکی از اون شاهان اخیر چیز ساسانی در اونجا کشید که بتونه جلوی این تهاجم قبائل ترک رو بگیره. بعدها همین قبائل ترک رو امپراتوری بیزانس بسیج کرد، به جان ما انداخت و اونا هم تازه باز در مقابل اونا ما ایستادگی کردیم، تا اینکه به تدریج در جنوب و جنوب غربی کشور ما این قبائل قسطانی و یمانی و لخنی آنقدر زیاد شدن و از طرف دیگه دولت ساسانی هم که به تدریج در اون ضعیف شده بود و فرو می‌ریزه، این قبائل دست به دست دیدن و در داخل ایران اون دولت خلافت رو سر کار میارند. بعد این آقای ایگناس بولتزیهر، اگه عکسش رو نشون بدید من برای شما کتابش اینجا معرفی میکنم. یک کتابی داره اینجا، این کتابشه، اسم کتابش به آلمانی هست، این کتابه، اسم کتاب یعنی آموزه های محمدی اسمشه و یه چیزی معادل 500 صفحه است و بسیار ریزم نوشته شده که اگر ما اینو بخوایم ترجمه شروع کنیم سر به 1000 صفحه میزنه. در اینجا توضیح میده که وضعیت شکلی قرآن رو تو اینجا توضیح میده. خودشون یهودی الاصل است از مجارستان. بله، این آقا رو اگر عکسش رو نشون بدی اونجا هست. بله، نشون من بده. حالا شرح حال این رو میخونم و بعد توضیح میدم، اسم افراد دیگه ای رو میارم که این قرآنی رو که فکر میکنن مثلا از سینه محمد جاری شده و دست نخورده هستش، تا سایر کتب همه دستکاری شده، این نیست، این از همه بیشتر دستکاری شده. درباره ایگناس گولتزیهر، اسلامشناس نامدار مجاری یهودی، در 22 ژوئن 1850 در بوداپست متولد شد. تحصیلات خود را در دانشگاه‌های بوداپست، برلین و لایپزیگ در رشته الهیات اسلامی به لسان سامی به پایان رساند و در 1870 به اخذ دکترا از دانشگاه لایپزیگ نائل گردید. سال 1873 به سوریه سفر کرد و مدتی نزد شیخ طاهر جزایری، دانشمند سوریایی، به تحصیل الهیات و سپس به فلسطین و مصر سفر کرد و از اساتید دانشگاه ازهر در مورد زبان، ادبیات عرب، فقه، اصول، حدیث و تفسیر بهره‌مند گردید. در سال 1894 در مقام پروفسور به اروپا بازگشت. وی در کنگره و سمینارهای بسیار شرکت و سخنرانی داشت و در انجمنهای آسیایی پاریس و کلکته به عضویت درآمد. توجه داشته باشید این انجمنها مثل همون انجمنهایی که انگلیس درست میکرد برای شرق شناسی، اینا هم جزو همون هستن. کلکته به عضویت درآمد. دانشگاه های ادینبورگ و کمبریج نیز به او دکترای افتخاری دادند. او در مقام اسلام شناس به زبانهای لهستانی، فرانسه، انگلیسی و آلمانی مسلط و کتابهایی به این سه زبان نوشته که مشهورترین آن آموزه های محمدی، یعنی این کتاب آموزه های محمدی که در ایران با نام درس های از قرآن ترجمه شده است و سرانجام، البته نه همشا، به نام در ایران هم آقای منزوین ترجمه کرده به نام درس های از قرآن و سرانجام پس از 71 سال عمری پربار در 13 نوامبر 1921 چهره در رقاب خاک کشید. به این قسمت لطفا توجه کنید. کاوش های اسلام شناسان درباره جمع‌آوری قرآن. 1. قرآن در سده نخست هجری امکان وجود نداشت و 150 سال بعد از فروپاشی امپراتوری ساسانی از درون
رهبران دولت خلافت جهت دستور کار به فکر تدوین اساسنامه شبیه قانون اساسی دولت ساسانی افتادند و قرآن به تدریج پا به هست نهاد. دو، گردآوری شواهد تاریخی و زبانشناسی برای کشف تاریخ پیدایی قرآن. اسنوک هورخورنیه در نیمه دوم قرن 19 میلادی میگوید آیات قرآن به سه دسته مشخص تقسیم می شود. الف، در دسته نخست از خدا به نام رب یاد شده، در دسته دوم به نام رحمان و در دسته سوم به نام الله. ب، در دسته نخست مضمون اصلی ترساندن است، در دسته بعدی بشارت و در دسته سوم احکام. پ، در دسته نخست تعداد کلمات هر آیه بسیار کوتاه، در دسته دوم بلند و در دسته سوم بلندتر شده که نشان می‌دهد پیوسته دستکاری و اصلاح شده است. که در دسته اول از ابراهیم به عنوان موحد یاد شده، در دومی پیامبر و در سومی جد اعلای عرب ها. وی با اشاره به وجود این تناقضات چهارگانه معتقد بود کتابی که قرآن خوانده می شود از این چهار لایه تشکیل شده و ایگناس گلدزیهر می گوید، همین آقایی که عکسش نشون دادید، روایات جمع‌آوری قرآن بخشی از روایات متعدد اسلامی هستند و بخشی بزرگ این روایات پیش از قرآن، پیش از قرن سوم قمری وجود نداشته، بلکه نیاز دولت خلافت و حکومت‌های اموی عباسی به وجود منبعی برای مشروعیت در حکومت سبب ساز گردآوری، جعل و تنظیم روایات گردیده است. در نتیجه جمع‌آوری قرآن پیش از آن زمان روی نداده است. 3. جان ونزبرو در آغاز سده 20 میلادی با مطالعه ساختاری قرآن و کتاب تفسیری آن راه هورخورنیه را دنبال و تکمیل می کند. او شواهد زبانشناختی متعددی با توجه به لهجه های اقلیم عربستان و زبان های سامی به شواهد پیشین اضافه کرد. حاصل مطالعات وی مشابه گلدزیهر نشان داد که قرآن نمی توانسته زودتر از سده سوم هجری قمری وجود داشته باشد. 4. جوزف شاخت و شاگردانش جان برتون و آلفونسو مینگانا مانند گلدزیهر معتقد بودند توجه به تاریخ گذاری روایات اسلامی برای جمع‌آوری قرآن تعیین کننده است و قدیمی ترین روایات در دست آنها روایات الطبقات الکبرا نوشته ابن سعد 230 قمری درباره جمع‌آوری قرآن درباره جمع‌آوری قرآن ابوبکر بود. به نظر آنها روایات حاکی از سه جمع‌آوری قرآن در صحیح بخاری 256 قمری از روایات ابن سعد متأخرترند و اختلافات و تناقضات سه روایت جمع‌آوری قرآن را به راویان نسبت می‌دهند و به سراغ روایات مسیحی و نوشتارهای مکتوب باقی مانده از عربستان رفتند، زیرا نقل قول‌های مسیحی هم مکتوب بود، هم بی‌طرفانه و هم مورد اعتماد. نوشتارهای باقی مانده از مسیحیان عربستان و شام درباره مسلمانان در سده 1 و 2 قمری جمع‌آوری و مطالعه شد که در هیچ یک از این نوشتارها اشاره به برخورداری مسلمانان از کتاب دینی نشده است. 5. یان بول و شاگردانش هارولد موتسکی روایات را بی اعتبار و معجول دانستند و اعتقاد داشتند هرچه منبع قدیمی تر روایات آن معتبرتر است. در نتیجه روایات ابن سعد به نسبت روایات بخاری قدیمی تر است. 6. موتسکی از منابعی که قبلا در دسترس قرار نداشت برخوردار بود. المصنف ابن ابی شیبه، فضائل قرآن ابن سلام و تلاش موتسکی کشف این نکته بود که هر سه روایت متناقض و به ابن شهاب زهری 124 قمری ختم می شود و قرآن در حدود ربع اول سده دوم قمری به عنوان یک کتاب جمع‌آوری شده است. خب
سوالی دارید در این مورد؟ نه خیر، من سوالی ندارم، ولی اجازه بدیم به دوستان بگم که اگر سوالی دارن در این باره میتونن با فیسبوک شما که نشون میدیم، با شماره تلفن شما، با ایمیل شما تماس بگیرن. اگر اشکالی بود با من یا با تلفن تلویزیون مردم تماس بگیرن، ما اون پیامه ها یا پرسش هاشون رو برای شما ارسال میکنیم. بفرم. میگفتم اگر وقت هست یه مطلب دیگه ای رو هم چیز بکنم. حدود 23 دقیقه تا 25 دقیقه وقت داریم. تا 25 دقیقه دیگه وقت داریم؟ بله بله، الان اینجا 23 دقیقه دیگه وقت داریم. من این علت تغییر در جلسه قبل دیدید من برای شما صحبت کردم که قبلا قبلگاه مسلمین همون قبه الصخره بود، بعدها برمیگرده به مکه. بله، این اجازه بدیم رو من برای شما اینجا بخونم. اجازه بدیم به دوستانی که ممکنه دنبال برنامه قبلی شما باشن بگیم بس. که در یوتیوب یا در بس. گوگل اگر اسم شما رو تایپ کنن بنویسن یزدان خدا بندلو پیدا میشه. ضمناً توی کانال تلویزیون مردم روی یوتیوب هم ویدیوهای شما هست. بفرمایید. بسیار. شما من برای شما یه دونه تصویر فرستادم که درباره قبه الصخره. بله بله. اگر اون رو نشون بدید من برای شما این مطلب رو میخونم. شما اگر در اینترنت بنویسید، در جستجوی گوگل بنویسید که علت تغییر قبله مسلمین از قبه الصخره به مسجد الاقصا به مکه چی بوده، شاید بیش از 2000 مقاله در اونجا هست که 98% آنها کپی هم دیگه هست، که یکی از این ملاها نشسته اون مطلب نوشته، دیگران رفته اونو کپی کردن و همه هم مزخرفات ایده تحویل شما میدن که هیچ کدوم واقعیت نداره. حالا این مطلب رو من از کجا نوشتم؟ شما ببینید یه آقایی هستش به نام ادوارد گیبون، این کتاب رو میبینی؟ بله بله. این کتاب در واقع انحطاط و سقوط امپراتوری روم هست و طبیعتاً به اون قسمتی هم که میرسه که در شامات اینجا هستش در این کتاب اینا رو توضیح میده و من با مختصر این مطالب رو درون این کتاب استخراج کردم و الان برای شما میخونم. علت تغییر قبله مسلمین از قبه الصخره و مسجد الاقصا به مکه. بعد از فروپاشی متصرفات اسکندر مقدونی در قرن سوم پیش از میلاد، رومی های ایتالیا اقدام به تشکیل امپراتوری و در سال 395 پس از گاه شماری مسیحی امپراتوری روم به دو بخش غربی شرقی تجزیه شد و این تقسیم موجب دوپاره شدن مسیحیت اروپایی گردید و دولت روم شرقی داخل پرانتز بیزانس نماینده فرهنگ یونانی و کلیسای ارتدوکس گردید و در مبانی مسیحیت سه شکاف ایجاد شد که باعث پیدای فرقه ها گردید. شکاف اول در امپراتوری بیزانس یا روم شرقی رخ داد که فرقه های نستوری، یعقوبی، آریانیسم از محصولات آن است و در این ایام کرانه‌های شرقی دریای مدیترانه گاه در اختیار ایران ساسانی و گاه تحت سلطه دولت بیزانس و کلیسای نستوری یعقوبی قرار داشت و شاخه نستوری بین قبائل قسطانی، لخمی و یهودی مقیم در شامات، فلسطین، میانرودان و جنوب غربی امپراتوری ساسانی انتشار یافت و از زهدان آن دولت خلافت برای مقابله با دیانت زرتشتی ابتدا با حمایت دولت بیزانس پا به هستی نهاد تا بر سکوی لرزان و در حال فروپاشی امپراتوری و دولت ساسانی کرسی خلافت را استوار و در روند شکلگیری پیوسته با یهودیان و مسیحیان در کشمکش بودند که به تدریج سران قبائل، یعنی همین دولت خلافت را که تشکیل داده بودند، سران قبائل در راستای استقلال تصمیم گرفتن از زیر نفوذ یهودیان که آنها را تحقیر می‌کردند که از خود قبلگاهی ندارند و ناگزیرند برای نماز به قبلگاه ما قبه الصخره سجده کنند و با مسیحیان هم بر سر خدا بودن عیسی اختلاف نظر داشتند که پسر مریم نمی‌تواند فرزند خدا باشد بلکه فرستاده اوست
و در قرآن هم بارها از زبان الله به این موضوع اشاره شده که من فرضی از بین شما را به پیامبری برگزیدم و همین دو قلم فقدان تکیگاه معنوی و تحقیر کافی بود رهبران خلافت در شامان، میان رودان و خراسان بزرگ را برانگیزد که پس از 150 سال کشمکش در جستجوی فردی از میان خود عرب تبار و مکانی به دور از حوزه اقتدار مسیحیان و نفوذ یهودیان برآیند و چه کسی مستعدتر از محمد شوهر خدیجه تاجر بشه و روستای مکه که در عمل کاروان شهری بیدر و پیکر در استان حجاز میتوانست بوده باشد و ویژگی این کاروان سرا وجود چهار دیواری ساده شبیه کعبه زرتشت به نام کعبه و پیش از آن که به بتکده اعراب تبدیل شود مکانی بود که زرتشتیان در آنجا گرد آمده و آتش روشن میکردند و در اصل یک آتشکده ساده بود، زیرا بخشی از عربستان جز فرمانروایی ایران سراساسانی قرار داشت و دهکده مکه تبدیل به کاروانسرایی واقع بین دو مدنیت یمن و دریای مدیترانه که بعدها به نام خانه خدا معروف شد و افرادی از قبائل پیرامون برای کار و حمل و نقل کالا به آنجا می آمدن بود و پرچم و بتواره های قبیله را در آنجا در آن چهار دیواری قرار می دادن و اعضای برجسته قبیله با نفوذ قریش، همین قریشی که بعدا میره توی اون شامات اونجا قدرت رو به دست می گیره، در مکه به وساطت حمل و نقل کالا، تجارت و نظامیگری در شامات، فلسطین و شبه جزیره سینا فعال و حضور فرادستانه داشتند که بعد از تأسیس دولت خلافت از دودمان اووی دولت خلیفه‌گری را تشکیل و حدود 80 سالی در اریکه قدرت بودند تا اینکه فردی به نام ابو مسلم از شاخه خراسانی اتحاد سگانه خلافت اسلامی تومار دولت اووی را در هم پیچید و خانواده عباسیان را در رأس آن قرار داد و استوار کرد و امپراتوری روم شرقی بیزانس هم سرانجام در سال 1453 میلادی توسط ترکان و عثمانی از جغرافیای سیاسی جهان برای همیشه حذف شد. خب اگر سوالی دارید بفرمایید من جواب بدم. من سوالی ندارم، بفرمایید. من قبل از اینه که این برنامه رو با شما شروع کنم این کامپیوتر رو خاموش کردم و در اثر خاموش شدن تمام این برنامه هایی رو که اینجا قرار داده بودم امروز یک به یک برای شما بخونم همه اینها رفت توی آرشیو من. حالا من دونه دونه وقتی که میخوام اینا رو برم پیدا بکنم وقت میگیره. خب حالا اگه یه وقت شما سابقتون بیشتر بشه تو کارهای تلویزیون یاد میگیرید که فقط به کامپیوتر به اصطلاح وابسته نباشید و یه نسخهش هم روی کاغذ بنویسید تا بتونید اگر اشکالی پیش اومد انجام بدید. در صورت میفهمم چی میگید. بعض وقتا خود منم نوشته ها و عکس ها رو میذارم توی پوشه های مختلف و حتی برام پیدا کردنشون مشکل میشه که کجا هست، ولی این کاری که کردید اون اشکال تصویر رو از بین برد. احتمال زیاد همون وقتی خیلی روشن میمونده کامپیوتر شما، ویدیو کارتتون یا گرم میشده یا خیلی شلوغ میشده هرچی بوده. الان دو هفته است که این اشکال دیگه نیست. بله الان من تصویرم رو نگاه میکنم میبینم که اون مشکل قبلی مثلا برنامه های پیش دو جلسه سه جلسه پیش رو الان نداره، کاملا صاف هست. بله. اما من میخواستم اگر اجازه بدید تو این چند دقیقه که باقی مونده یک کتابی رو معرفی بکنم، چون یه موضوع یادم رفت. چگونه میشه شما وقتی که برنامه‌تون رو شروع میکنی چگونه میشه که منم همزمان برنامه شما رو اینجا روی صفم داشته باشم که وقتی برنامه خود من شروع میشه قبلا من بدونم شما چیا گفتید اونجا؟ از روی فیسبوک میتونید شما برنامه زنده ما رو ببینید. من مرتب هی زدم این برنامه زنده شما نیومد، مخصوصا با این آقایی که سلطنت طلب هستش و با شما بحث میکرد درباره یه مقدارم درگیری داشتی و سلطنت دفاع میکرد. بله. من توصیه میکنم این کتاب رو ایشون بخونه، دو جلده، یه چیزی معادل 1000 صفحه است. ستون آهنی، ستون آهنی، زندگی نامه
سیسرون اون خطیب رومی است. بله. این خطیب رومی مشکلش با تزار در این بود که مرتب به تزار توصیه میکرد که آقای عزیز، این چون جمهوری امپراتوری روم وقتی که تأسیس شد ابتدا جمهوری بود، بعدها وقتی که تزارها نیرومند شدن این جمهوری رو به سلطنت تبدیل کردن و این مخالف بود، میگفت وقتی که شما این رو به سلطنت تبدیل که میکنید آخر سر این نهاد سلطنت موروثی میشه و امپراتوران اون نسل اول که جهانگشا بود و یک سلسله بوده، آدم شجاعی بوده، ولی بعدها بچه های اون به تدریج که در تور و پولک و نمیدونم حرمزره ها بزرگ میشن خصلت و خصوصیات اخلاقی پدر رو ندارن و عموما افراد بچه های بسیار مشنگولاهی بار میان. این هستش که شما داشتید بحث میکردید درباره محمد رضا شاه و پسرش، ایراد از ایشون میگرفتید که دلیل نداره که حالا پسرش هم بیاد شاه بشه. اصلا تاریخ ایران نشون داده که هر وقت یک سلسله به دست ملت ایران یا به دست یک نیروی خارجی از اریکه قدرت اومد پایین، هرگز اتفاق نیفتادی که باز هم دودمان یک کسی از اون دودمان قبلی بیاد یه سلسله شاهنشاهی تشکیل بده. وقتی که هخامنشیان رفتن رفتن، بعد اشکانیان اومدن اونا رفتن، سلسله ساسانی جای دیگه که اومد اونا باز رفتن، بعد هم که اعراب اومدن و ده ها نمیدونم سلسله تشکیل شد، هیچ کدوم شاهش دوباره تجدید نشد. یعنی اصلا نوعی فدرالیف استانی رو ما در زمینه گزیدن شاه رعایت کردیم. آخرین شاه ما هم از استان مازندران بود. البته این دوستان میگن که ما به دنبال یه چیزی هستیم مثل اسپانیا و فرانکو که بهشون میگم اون اقلا عاقل بود، به موقع رفراندوم کرد یا به موقع به قول شما نیزاش که از بین بره، بعد دوباره بخواد حالا خونه و ساختمون از نو بسازه، اونم با نداشتن هیچ مصالحی. و میبینید که این دوستان حتی به خودشون میخوان یه جوری گول بزنن یا تلقین کنن که سلطنت با پادشاهی فرق میکنه و ما پادشاهی میخواییم. میگیم خب اگه سلطنت بده، خود شاه هم که میگفت ما خاندان جلیل سلطنت، پس اون سلطنت کرد. اگر اون سلطنت بده و شما میخواییم پادشاهی را بندازیم، چرا این آقای شازده نمیاد بگه که اون بد بوده، من میخوام یه خوبشو که اینجوریه بگم. کسی که یه شورای رو درست میکنه اول میگه من هیچ کاره هستم، بعد براش دست میزنن میشه سخنگو، حالا که هیچ کس دیگه اونجا نیست سخنگویی رو هم تموم کرده شده رهبر. آخه این رهبر این شورا تا حالا چه کار کرده؟ این شورا اصلا چه کار کرده؟ این همه پول تو تلویزیون از مردم جمع کردن، فکر کنم فقط میتونن رسید خوراک و رستوران و چلو کباب خوردن به مردم نشون بدن که هی ما نشستیم اونجا چلو کباب خوردیم، و الا هیچ قدمی برداشته نشده، هیچ برنامه‌ای ندارن. و جالب اینجاست که خود آقای سعیدی وقتی من بهشون گفتم شما سلطنت طلب ها، خندید و گفت البته شما میدونید که من سلطنت طلب نیستم. خب بیان بگید چی هستید آقای سعیدی. ممنونم. ضمن من فکر کردم شما قسمت اول برنامه رو میبینید، به همین خاطر من تو قسمت اول برنامه از شما انتقاد کردم درباره اونی که تا حالا به من گفتید چند بار که اون به اصطلاح دریچه اصلی برای پیام گذاشتن رو روی حسابام روی صفحه‌ام باز بذارم. بعد من به شما گفتم که، یعنی مورد خطاب من شما و دوستان دیگه بودید، گفتم که ما همون جوری که اون کسی که این فیسبوک رو درست کرده اون آقای جوان و اون به من اجازه میده که ببندم یا باز کنم، ما هم باید احترام بذاریم. اگه شما در خونتون رو بستید، چراغ رو خاموش کردید که آقا من نیستم، من نباید بیام حالا از پنجره هی سرک بکشم ببینم هستی یا نیستی. بعد اگه هم شما گفتی سوربی چرا از پنجره سرک میکشی، بگم خب برای که شما در خونه رو بستی. خب در خونه رو بستی که من نیام داخل. شما نظرتون راجع به فیسبوک چیه؟ نظر من این هستش که ببینید آقای سربی، در این فیسبوک صفحات گوناگونی وجود داره. این صفحه‌ای که شما دارید یه صفحه خصوصی است و در این صفحه خصوصی شما میتونید از صبح تا شب بتونید بشینید 500 تا 1000 نفر رو وارد این گروه کنید. یعنی اینی که هر کس که فیسبوک داره پیشنهاد میکنه ما رو دوست کلیک کنید و اینا بیان توی صفحه شما
و صفحه شما تا 300,000 400 500 600 700 800 هزار تا نزدیک به 1 میلیون نفر جمعیت داشته باشه. این صفحه خصوصی. نه شما اشتباه میکنید. صفحه خصوصی تا 5,000 تا بیشتر نمیتونه. نه اون صفحه عمومی مثل مال من، مثل مال آقای رئیسی. نه. این صفحه شما صفحه خصوصی است. پس من و شما باز نیست. پس من و شما سر صفحه خصوصی و عمومی اشکال داره. بله مشکل ما این است که من الان یک صفحه عمومی دارم و تنها یک صفحه در فیسبوکم دارم. بله. اون چیزایی که شما بعضی وقتا از صفحه فیسبوک نام میبرید صفحات نیست، گروه های فیسبوکی است. بله. پنج تا گروه رو من آدمین هستم و سرپرستی میکنم. بنابراین این خصوصیت، این صفحه شما یک صفحه خصوصی است، متعلق به شماست و شما فقط تنها مطالب رو میذارید. چرا که دریچه اشتراک گذاریش باز نیست که من بیام مستقلا مطلب خودم بگذارم. اگر من بخواهم مطلبی رو بگذارم باید بیام زیر اظهار نظرهای شما اظهار عقیده کنم. نه به نظر من این به شما میگه که سوربی میخواد اگه شما میخوای مطلبی بذارید از طریق پیام خصوصی بهش حتما این قسمت اول برنامه منو ببینید. من فکر کنم ببینید عزیزم، صفحه ها رو من همه رو الان 10 سال دارم مورد بررسی قرار بدم. بله. از این نمونه صفحه خصوصی شما مثلا فضول محله نمونه است، 600,000 نفر جمعیت داره. اتفاقا من همین مثال رو زدم، گفتم شما مثل این میمونه که بیای توی فروشگاهی و به اون فروشگاه بگی من روزانه 100 تا فروشگاه میرم، اون فروشگاه های دیگه یه تابلو گذاشتن که مشتری ها بتونن آگهی فروششون، آگهی های هر چی که دوست دارن بذارن. ببینید اینجا یه چیزی هست، این حق منه یا حق من فروش. که به حق شما که تجاوز نمی کنم. خب. میگم این صفحه خصوصی شما مالشون. بله بسیار خب، هر کس هم میخواد حرف بزنه درباره مطالبی که شما گذاشتید میتونه بیاد اونجا اظهار نظر. چقدر قشنگ شما گفتید. ببینید اما نه شما از یک صفحه دیگه صحبت میکنم که صفحه عمومیه. آقای خداوند، آقای رئیسی یا دیگران، صفحه عمومیه، درچه اشتراک گذاریش بازه. شما خیلی از یامت درچه اشتراک گذاریش رو میتونم ببندم. مثلا خیلی از این زنها هستن که درچه اشتراک گذاریش رو میبندن. اونی که درچه اشتراک رو میبنده یعنی چی؟ آقای خداونده، اونی که درچه اشتراک رو میبنده یعنی چی؟ درچه اشتراک گذاری رو میبنده، ببینید در این صفحات عمومی مثلا مثل مال من میتونم مثلا برای یه تعدادی دریچه عمومی اون دریچه اشتراک گذاری رو ببندم، بگم این فرد حق نداره اشتراک بگذاره. اما این صفحه شما صفحه خصوصی خاص شماست. نه شما باز جواب من رو نمیدید. شما های تکنیکی رو ببینید که برداشت خود ببین من یه دونه مطلبی رو من برای شما بگم. حدود 4-5 سال پیش من مرتب تو این فضول محله مطلب می‌ذاشتم. بله بعدن نگاه میکردم میدیدم که یک هفته متوجه شدم که خب تو این صفحه که 600,000 نفر جمعیت داره، بیش از 600,000 نفر، من مطلب میذارم نه کسی لایک میکنه، نه کسی میاد مطلب بنویسه، نه کسی اشتراک گذاری میکنه. چرا اینطوریه؟ یه روز تصادفی رفتم روی صفحه، هرچی ورق زدم رفتم پایین دیدم مطلب من نیست. بعد متوجه شدم تو این ستون دست راست این مطلب من رفته تو بایگانیش، تو آرشیوش. بله. و آرشیو رو هم خب ایرانی‌ها باز نمی‌کنن. به این خاطر هستش که تو این صفحه شما اگر مطلب که بگذاری بلافاصله میره توی آرشیو و آرشیو کسی نگاه نمی‌کنه. و عموماً افراد حرفه‌ای که صاحب اندیشه هستن و مطلبشون رو مستقلا می‌خوان بگذارن با این گروه‌های خصوصی همکاری نمی‌کنن. بله. این مسئله، این مشکله که شما، من اونجا شما نوشتم یه بار شما اجازه بده آقای صفحه عمومی باز کنی در فیسبوک. آقای خداونده رو بیاد مطلبشو بگذاره. اجازه بدید یک کم که شما صحبت میکنید، خب بذارید منم صحبت کنیم که بکنم که به یه جایی برسیم. شما در اول صحبتاتون همین صفحه فضول محله رو مثال زدید که یک صفحه هست چنین و چنان، ولی اگر نگاه کنید یا صحبت خودتون رو بعدن یه بار گوش بدید، دارید به من میگید که اونم با وجودی که نظرمو من مینویسم، مطلبمو مینویسم، ولی یه جوری تنظیمش کرده که مطلب من بره یه کناری و همه نبینن. اینجا خب بله، اینجا به اون حق خصوصی اون طرف بهتون مگم من اگه فردا من که به این اعتراض خب اجازه بدید من بهتون اینو بگم، اگه فردا فیسبوک این آپشن یا این امتیاز یا این حق انتخاب رو
از من بگیره که من یه جایی رو باز کنم ولی نتونم، من حتی دنبال اینم که اون جای کامنت رو ببندم مثل یوتیوب. برای که شما کامنت رو نگاه کنید، الان همین برنامه زنده یه آقای آمده به من میگه که آقا من دعوت شما رو قبول کردم، دوشنبه میام درباره مسیحیت صحبت کنم. حتی پایینش نوشته خبر خوب این که خانم تارا اون هم قبول کرده، میخوایم شرکت کنیم. یه آقای اومده فوش میده به اینا. خب اینو من باید چیکار کنم؟ من باید اینجا 13,000 نفر رو بشینم کنترل کنم؟ بهترین راه کنترلش اینه که اولا میگی کسی نتونه اینجا چیز بذاره مگر اینکه به خودش زحمت بده، زحمتی هم نیست، پیام بفرسه، بعد من اینجا نگاه میکنم ببینم این پیامو گذاشته در رابطه با این هست یا نه. بعد از اون گذاشته، ما میخوام اینجا یه منبع درآمدی برامون باشه. من نمیخوام اینجا بیام بشینم یک ساعت برنامه بذارم، خانم گیتی کاوه رو دعوت کنم از انگلستان درباره محمد علی کلی صحبت کنه، آقای سعیدی رو از کالیفرنیا یا واشنگتن دعوت کنم درباره پادشاهی صحبت کنه، بعد یه دوستی بیاد درباره مثلا تجمع خودشون در سوئد صحبت کنه. یعنی اون میخواد اونجا مفتخوری کنه. در صورتی که من گفتم شما میخوان یه چیزی رو بذارید توی فیسبوک، بنویسید اینو من میخوام بذارم با $10، هر چیزی حتی مخالف خود من باشه میذارم، ولی ما باید یاد بگیریم. برای شما به من گفتید، نه گفتید یه روزنامه 500 نفر مثل که، یعنی 500 تا تیراژش بوده، ولی شما 500 مارک 150 مارک چقدر میدادید؟ بعد خدا میدونه تازه این کاغذها به دست اونا میرسیده یا نه. ببینید روزی که اینها پول میدادن حرکتها بهتر بود. اونایی که مفتخوری میخوان بکنن به جایی نمیرسن. شما همین جنبشا رو یکی پس از دیگری ببینید. الان خانم نزهت یحیی‌زاده، نمیدونم شما میشناسید یا نه، ایشون نگران شده که آقای لاجوردی، دکتر لاجوردی از فرانسه یه جنبشی رو میخواد راه بندازه و ممکنه نمیدونم حکومت خارج از ایران رو درست کنه، اینم بشه احمد چلبی. گفتم نگران نباش آقای دکتر لاجوردی، تا روزی که حاضر نیست $20 پول بده که برنامه داشته باشه ایشون به جایی نمیرسه. ایشون هر جا آشه آقای لاجوردی فراشه، میرن اونجا یه چلو کبابی بخورن، 100 بار میاد تو کانون مجانی صحبت میکنه. ولی اگه همین کانون بگه آقا حالا که میخوای بیای اینجا صحبت کنی باید $20 پول چایی و قهوه اینا رو بدی، قولت میدم دیگه کانون پیداش نمیشه. من صحبتم اینه. ولی این بحث فیسبوک رو به نظرم میاد که ما دوستان باید بیشتر در مورد صحبت کنیم، چون برداشتامون متفاوته. من کوتاه خلاصه باز بگم، در فیسبوک صفحات مختلفی هست. یک صفحه هستش مثلا مثل صفحه من عمومی، درجه اشتراک گذاریشم بازه، هر کس میتونه بیاد اونجا هر مطلبی که دوست داره بگذاره. من با عنوان آدمین اون صفحه طبیعتا کنترل میکنم، حتی اون گروه ها رو هم کنترل میکنم و اجازه میدم یکی باشه یا نباشه. اما این صفحه شما صفحه خصوصیه، یعنی فیسبوک صفحه خصوصی هم گذاشته. مثلا شما اومدید صفحه خصوصی باز کردید، نظریات خودتون رو در اونجا منعکس میدید و هر کس هم بخواد، خب میتونید بسیار هم میتونید جمع کنید. یعنی شما میتونید توی این صفحه ها، تو صفحه عمومی تا 5,000 نفر شما ظرفیت داره میتونید میتونید جمع کنید عوضا. اما این صفحه درچش بازه، میتونید شما بی پایان هر چقدر که فیسبوک اونجا پیشنهاد میکنه اونا رو بزنید و بیاد. خب هر کدومش هم که به درد بخوره نگرش میداریم، به درد نخوره حذفش میکنیم. این صفحه خصوصی شماست، مال شماست، بنابراین دریچه اشتراک گذاری بعضی از این صفحات خصوصی باز هست، مال بعضی ها باز نیست. پس بنابراین این صفحه خصوصی دو گونه است، یکی دریچه اشتراک گذاریش خود صاحب صفحه باز میذاره، خب شما میتونی مطلبت رو بذارید، منتها مطلبت بلافاصله میره تو آرشیو ذخیره میشه، مثل فضول محله یا اون بخند لبخند بزن یا اون چیزایی که کلکل بازی و چیز میکنه اون یکی. بله. اینا میذارن اونجا، مشکلی هم نداره، یعنی اینه که تو اون اومده رفته تو بایگانیش. حالا بعضی وقتا خود ایشون نگاه میکنه ببینه آها اون مطلبی که شما گذاشتی رفته توی بایگانی، اونو برمیداره خودش اد میکنه توی صفحه. بارها خیلی از این دوستان به من گفتن آقای خداوند ما مطلب شما رو گذاشتیم روی صفحه. این حق شماست، اجازه شما میدید. اما در این صفحه خصوصی چون من به عنوان یک فرد مستقل و حرفه‌ای بخوام مطلبی که مستقل بگذارم اونجا، اجازه ندارم، چون در چه گزارش باز نیست، مال بعضی‌ها دیگه باز نیست، مال شما هم اصلا باز نیست،
اینه که من دارم میگم. حالا شما مثلا مثل آقای رئیسی، آقای رئیسی هم 3-4 تا صفحه داره، صفحه فیسبوکی داره، یکیش عمومیه و مثل ما به شماست. حالا شما هم من پیشنهاد میکنم یه صفحه عمومی باز بکنید، هر کس هر چی دلش بخواد بیاره بگذاره اونجا. منم همینجا این گروه ها رو میبینی باز کردم، تو اون گروه ها میبینم دوستانم میان مطلب میگذارن، اموا و اقسام از افغانستان و از اموا از هر تا سر دنیا، تو سوئد داره 25 سال زندگی میکنه هنوز الله رو لوگوشو میذاره اونجا بلا، میاد به اینا فوش میده. خب من به بعضیشون میگم آقا مؤدب باش، به اون یکی میگم مؤدب باش، بعض وقتا کنترلشون میگم ولی بعض وقتا بلشون میگم. بسیار ممنونم آقای خداوند رو، ما به آخر برنامه رسیدیم. برای من بسیار جالبه که درست تعبیری که شما توی آلمان از فیسبوک دارید برعکس چیزی هست که من از فیسبوک فهمیدم. امیدوارم دوستان دیگه در این مورد که کدام صفحه عمومی هست کدام خصوصی هست اگر مایل باشن توضیح بنویسن زیر همین ویدیو درباره همین و درباره صحبتایی که آقای خدابندلو هم کردن، میتونید هم با آدرس ها رو بذارید من نشون بدم. آدرس ایمیل ایشون چیزا رو خیلی ساده وای خدابندلو، وای اول یوت میگیم اونجا نه توی آلمان اپسیلون ما میگیم اپسیلون، اوکی پس اون جی رو یوت میگفتیم. در هر صورت وای اول یزدان بعد خدابندلو @ymail.com بعد شماره تلفنشون رو، شماره تلفنتون رو بخونیم من ببینم اعدادشو درست نوشتم. 49 221 783 232. بله من دوباره بگم 2049 خود آلمانه. بله بله خب این 2049 رو که بگید دیگه اون صفر کد شهر رو نمیگید، 2049 صفر 221 رو اون صفرش دیگه نمیگذارید، 2049 221 78 300 225 شماره تلفن منزل منه. یعنی همین، من یه فیس نیک دارم. بله بله بسیار ممنون، همین شماره درسته. چون بعضیا از آمریکا ممکنه تماس بگیرن، ما از اینجا 20 احتیاج نداریم، 011 فکر کنم میگیریم. 49 اریا کد یعنی کانتری کد آلمان، 221 اون اریا کد شهر و محل شماست. بس شد 780 یا 78 300 225. درسته، عددش درسته، فقط خودتون نظم و ترتیبشو به خاطر داشته باشید. ممنونم از شما، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم تا هفته دیگه چهارشنبه. امیدوارم دوستانم در این بحث ها و گفتگوها شرکت کنن. مرسی آقای خدابنده رو، به قول آلمانیا آفیدرزن آفیدرزن. مرسی. خب دوستان عزیز، با آقای خدابنده لو بودیم از آلمان و برنامه رو همینجا به پایان میرسونیم. ضمن تشکر از ایشون و تشکر از دوستانی که روی فیسبوک مردم تیوی هم این برنامه رو به صورت زنده دیدید، خواهش میکنم اونجا نظراتتون رو بنویسید و همون جوری که در برنامه هم دیدید و همیشه نشون دادیم، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. روز و روزگار بر شما خوش. ساعت 5 بعد از ظهر با آقای پرویز مینویی خواهیم بود از ایالت تگزاس. ایشون هم شماره تلفنشون اونجاست، روی صفحه وبسایتشون اونجاست، حتما تماس بگیرید. خودشون فراموش میکنن که در اول برنامه میگن، معمولا آخر برنامه میگن دوستانم کسی تماس نگرفت. میگن خب شما اولا خوش سخنید، میشینن ببینن امروز چی میخوایم بگید، دوما نمیگید درباره چی تماس بگیرید. من بازم ازتون میخوام دوستان، برداشت شما از صفحه خصوصی و صفحه عمومی در فیسبوک چیه؟ توی آمریکا اینجا میگه پروفایل یعنی صفحه شخصی، بعد میگه بیزینس یعنی صفحه‌ای که مال کار و کاسبی و شغل و اینها هست. من به همین خاطر پروفایل خودم رو به نام سوربی گذاشتم، مال بیزینس رو به نام مردم تیوی گذاشتم، ولی چون وقت نمی کنم 13,000 نفر رو کنترل کنم و مبصر کلاس باشم، از این دوستان خواهش میکنم اگر مطلبی دارن که میخوان با دیگران در به اصطلاح میان بذارن، از طریق قسمت پیام شخصی اون مسیج با من تماس بگیرن، بگن ما این رو میخوایم با به دیگران پخش کنیم، که اونم من بهشون میگم دوست عزیز
من برای این کار $10 لازم دارم، $5 لازم دارم. اگر گفتن نه، میگیم خب شما برو به جاهایی که میذارن مجانی بذارید. روز و روزگار بر شما عزیزان خوش، به امید روزهای بهتر و آینده‌ای روشن‌تر. شادزی، آزادزی. مرسی.